آشر. سلام. علیکه سلام. یه سوال ازت دارم، از من چه رفتاری سرزده که احساس کردی تو ازت خوشم میاد؟ چی؟ یعنی نمیتونم. مگه من تلاش کردم باهات حرف بزنم ها؟ تو حالا شده پیامی برات بفرستم؟ یا تو حالا دیدی که من لبخندی بزنم؟ آخه چرا همه جا جار زدی که بینمون یه چیزی هست؟ نمیفهمم. من که حرفی نزدم. حرفم هنوز تموم نشده. مامان و فری به این خیال خوشن که من و تو میتونیم با هم ازدواج کنیم، اما من بهت رک و پوسکنده میگم، هیچ وقت این اتفاق نمیافته. پس بهتره که خودت این خوشخیالی اونه رو تمومش کنی، چون به حرف من که گوش نمیدن. شاید حرف تو رو بفهمم. درزم یه چیز دیگه، اگه بفهمم که رفتی تو اتاقم و بدون اجازه به وسایلم دست زدی، مستقیما میرم سراغ مادرتو باهاش حرف میزنم. زهرا؟ بله زن داداش. صبح خیر امه. صبح خیر. زهرا برقاتون نرفته؟ نه ما برق داریم. واقعا؟ با این که برق نیست، شاید از هم جدان. تو چه شده؟ ببینم حالت خوبه؟ آره خوبم. قیافت که اینو نمیگه. خب دیشب تا دیر وقت درس میخوندم، شاید برای اینه نتونستم بخوابم. ای وای یادم رفت برای چی اومده بودم. میتونم پیراهن سجاده اوتو کنم؟ آره آره حتما. رابا اوتو رو به عمه نشون بده. بیاین عمه. عمه اینو بگیرین. بدینش منو تو میزنم. الان مامانت میاد. هیچی نمیشه. کاری میکنی که دیگه نیام. نگران نباشین عمه. چی شده؟ این که پیرهن دایی نیست، مال عشره. من خودم اتو میکنم، اگه مامانت ببینه جنجال به پا میشه. چرا به مامان دروغ گفتین؟ گفتم با شنیدن اسم عشر عصبانی میشه. چرا؟ چون با دیدن عشر اون به یاد اشفاق میفته، برای همینم ازش دوری میکنه. تو که نگفتی، ولی من میدونم که اون روز چه اتفاقی افتاد. چه روزی؟ نمیخواد خودتو به اون راه بزنی. خودت خوب میدونی که در مورد کدوم روز دارم باهات صحبت میکنم. شما از مامان عصبانی نمیشین؟ اوایل چرا، اما الان نه.
دیگه عادت کردم. وقتی هم که عادت کنی اون وقت راحت تر میتونی تمام خوبی ها و بدی هاشو تحمل کنی و بپذیری. رفتار این پسره رو نمیفهمم. تو که تمام لباساشو مرتب اتو زده بودی، اما همشو گذاشته کنار رو میگه که نمیپوشم. خسته شدم، این همه پله رو هم باید برم پایین. شما بشینین، من براتون آب میارم. صبر کن، من اینجا میشینم، ولی تو برام یک کاری بکن. این پیراهنو خودت ببر بده به عشیر. اگه مامان پرسید چی؟ بگو که عمه خیلی خسته شده، داییم باید بره سر کار، دایی پایینه، پس دروغم نمیگی. باشه، برو عزیزم. پیرهنتونو عمه فرستاده، بگیرینش. خودش رو تو زده. خیلی خوب. هی دیروز خیلی عصبانی شدم، معذرت. به چی خیره شدی؟ برو. چی شده دخترم؟ رابا؟ گازو خاموش کردی؟ گاز؟ آره خاموش کردم. باشه، آماده شو و صبحونتم بخور. باشه. باشه زهرا، من دیگه باید برم. یه لحظه زنده داشت، پیراهن کجاست؟ همون موقع که رباب رفت گازو خاموش کنه دادم با خودش ببره. عمه خسته شده بود، گفتم با خودم میبرمش پایین. من دیگه میرم پایین. وایسا، گاهی آدم ها مجبور به دروغ گفتن میشن. برای همین دفعه بعدی که خواستی دروغ بگی با اعتماد به نفس کامل بگو، وگرنه هیچی نگو.